سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه هستین و بیننده برنامه صبح زندگی روز جهانی لغو بردهداری هست و شما عزیزان همه تا صفحه فیسبوک صبح زندگی دیدگاهتان را همچنان همراه ما شریک بسازین و در این لحظات برنامه هم مهماندار هستم جناب آقای سردار ولی امرخیل خیل جامعه شناس همراه ما هستن و میخواین در رابطه با بردهداری که برده کی هست و در چه زمانی فسخ صورت گرفت از نظام بردهداری کاملا فسخ شده و روز جهانی بردهداری لغو بردهداری از کدام تاریخ و کدام تاریخ برمیگرده صحبت های همین همراه ما و شما ایزان شریک میسازن استاد خوش آمدین صبح شما بخیر باشه تشکر صبح شما بخیر صبح بینندای عزیز آرنا بخیر ان که زندگی خوب و خوش داشته باشین ان سلامت باشین تشکر از حضور شما هم و برنامه تشکر. استاد در رابطه با روز جهانی لغو برداداری کمی میشه معلومات برای ما و بینندای عزیز ما داشته باشید خب نظام برداداری یک نوع از قشربندی اجتماعی است که در زمانه های بسیار دور مثلا در تمدن های باستان مثل روم مثل مثلا یونان اینا حضور داشتن اونانجا اونجا برده ها بودن و, و طبقات حاکم از اینا استفاده, استفاده میکردن و به نحوی که یک کالای منقول بودن غیر از دیگه هیچ چیزی نبودن حتی به عنوان کالا خرید فروش میشدن اینا ولی که در سال در سالهای پسین این نوع نظام هایی که مثلا عملا یک انسان به شکل برده باشه حضور ندارن ولی که این اشکال مختلف از بردهداری فعلا در نظام ها یا در حکومت ها یا در ممالک حضور داره حتی در مملکت خود ما شما هم همین مسئله وجود داره که ما میتونیم بعدا بر ششاره بکنیم بله. که چه کسانی برده هستن و چطور طبقات اجتماعی در افغانستان شکل گرفتن و میشه که ما بگیم برشان که برده ها کی هستن و در اینجا و چطور میتونیم که از این ما به طرف به طرف چیزی بریم که واقعا به درد جامعه ما میخوره و ما میتونیم که از این استفاده های خوبی رو ببریم انسان ها واقعا کسایی هستند که خداوند برش اشرف مخلوقات خطاب کرده ما حق نداریم که سر کسی ظلم بکنیم حق نداریم از کسی سوء استفاده بکنیم حق نداریم که حق کسی دیگری رو بخوریم این مسائلی است که ما میتونیم بعدا رویش صحبت بکنیم ولی که باید بگویم که در سال 1949 رسما نظام بردهداری یا روز بردهداری بنیانش گذاشته شد و از این روز همه هم ساله تجدیل میشه و روزهایی هستند که واقعا برش گفت که کسایی که واقعا برده بودن و حالا از یوغ اسارت اینا رهایی پیدا کردن باید بهشون تبریک بگیم بله دقیقا استاد تاری که صحبت شما را ما شنیدیم در بین صحبتات اشاره کردن که واقعا بردکی هست میشه از تعریفی از برده داشته باشین که امروز همگی بفهمن واقعا ما به کی میتونیم برده بگیم مثلا چرا نام برده بالای یک شخص گذاشته شده خب خب برده میشه که بگوییم که برده به, به توصیف یک مفهوم است یعنی مثلا بگوییم که برده یعنی کسی که سود میده بر معنایش سود است و بردم کسی که سود میده و در تمام مثلا امتیازات در حالات در شدیدترین حالات یا فاقد تمام حقوق و امتیازات هستند حتی مای که دیگر هستن هستند یعنی قانون برشان اجازه ازیر نداده که در بعض حالات اینا استفاده استفاده زندگی خوب داشته باشند. یعنی اینا کسایی هستند که دیگر نمیتونن به عنوان کسایی که طبقات حاکم حضور دارن به اون او تعداد اشخاصی که مثلا در دو طبقه حضور دارن یعنی حقوقی که وا دارن این برده ها ندارن یعنی حقوق از اینا را کاملا بسته شدن اینا امه. نمیشن که برشون حقوق شنو بتن اینا یا کسایی هستن که دست و رو بسته کرده یا برده کسی هست که دست و پایش با یک بند بسته شده یعنی نمیتونه کار بکنه این نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه یعنی یا کسایی هستن که تمام حقوق و امتیازات شنه طبقات حاق... حاکم گرفتن مثلا یک مثال میگم امروز در مملکت ما شما هم همین همی کارها وجود داره همین برداداری نظام داره. وجود داره اما به مختلفش مثلا ما شما امروز میگیم چرا امروز ما قدر فقیر هستیم به از اینکه حقوق ما را دیگران میخورن به خاطر از اینکه حق ما را نمیتن بر تا اینکه ما هم به مثل برده هایی که در سالهای قدیم بودن یا در قرون قدیم بودن یا مثلا در روم و در یونان و یونا بودن ما هم مجبور میشیم تا که بر علیه نظام بر علیه مثلا طبقات حاکم بخیزیم و بر علیهشان ما مبارزه کنیم و تمام حقوق خدا بگیریم و این ضرورت روز است و این ضرورت زندگی است که ما میتونیم که حقوق خدا رو بگیریم به خاطر اینکه ای که گفتن که حقوق گرفته میشه داده نمیشه برای شما این ما مجبور میشیم که یک روز این مثلا ما میتونیم که یک روز از این طبقات حاکم تمام حقوق خود را ب... بیگیریم. امروز چرا حقوق ما داده نمیشه بر ما <applause> ما در یک مملکت زندگی میکنیم که روز نیم دلار آید ندارم روز یک دلار آید ندارم یعنی ما اگر برای امروز میتونیم که استفاده بکنیم و یک خوراک داشته باشیم برای فردا حیران هستم به خاطر از اینکه دیگر حق ما را خورده امروز شما ببینید نظام بردهداری یا نظام اقتصادی ما به نحو نظام فیودالیسم است ما میتونیم که از این بگیم که, که نظام های ما به بخ... بخ... قسم بنا شده که حقوق ما را دیگر ها فقرا فقیرتر میشن و ثروتمندا ثروتمندتر سربن... میشن چرا به خاطر از که ما از خود بیگانه شدیم ما نمیفهمیم حقوق ما چی ما که حق ما را دگرها چرا ما باید حق خود را بگیریم در به هر عنوانی که باشه ما حق خود را بگیریم از اینا و همین علت است که هنوز ما نتونستیم شاید حق خود را گرفته هنوز در فقیرها فقیر هستند و ثروتمندا هستن همچنان ثروتمندتر بله. شده میرا بله. استاد بین در رابطه با فسخ نظام بردگی کمی صحبت کنید که چگونه توانستند در گذشته همین نظام بردگی را کاملا فسخ کنند چه راهها و چه مشکلاتی را متقبل شده خب هر کسی که تحت ظلم دیگری قرار بگیره یک روز حوصله‌اش از سر میره دیگه نمیتونه دیگه تحمل داشته باشه که هر روز یک انسان که مثل از این انسان از بیا بر بالای یک انسان دیگه ظلم بکنن یک روز حوصله‌اش کنه اثر میره و میخوام مبارزه بکنم و حقوق خودم امتیاز خودم میگیرم بله به می دلیل است که نظام های بردهداری در سال هایی که مثلا در وجود داشتن در قرون در قرن 18 و در قرن 19 و حالا کم کم به نحو دیگه که ادامه داره اینا تونستن که اینا مبارزه کنن و حق خود را بگیرن شما مثلا سیاپوستا را ببینید در آمریکای شمالی یا در مثلا در امریکا ببینید یا امه. مثلا امروز در افغانستان می‌بینیم که فقرا چرا تا قدر فقیر هستند اینا تانستند که از طریق مبارزات خوبی که داشتن از طریق ازی که اینا سواد پیدا کردن اینا تانستند آگاهی پیدا کردن اینا از آگاهی باعث شد که نظام برداداریشان از بین بره امروز اینا با سوادتر شدن و با سواد شدن و که خود را از این یوغ احزارت حاکم امه. طبقات حاکم خود را برهانان و برن به طرف یک زندگی خوب و زندگی که واقعا به انسانی است چرا که ما اگر ما مسلمان هستیم و اسلام هم حکم میکنه که در اسلام نظام بردهداری وجود نداره اسلام میگه که شما در نزد خداوند هیچ کسی تن برتری نداره مگر ای که پرهیزگار باشین این اکرم اکرمکم عند الله اتقاکم ای آیات صریح قرآن کریم است که در مورد انسان ها گفته شده و گفته شده که شما در نزد خداوند تنها کسی پیش خدا بیشتر امتیاز دارین که پرهیزگار باشین بنا ما انسان ها نمیتونیم که بگیم که ما برتریم و ما نژاد برتر هستیم و هیچ کسی حق نداره که بگه که ما نژاد برتر هستیم نه عجم بر عرب و نه هم ای ای دیگری یعنی یک انسان بر انسان دیگری برتری نداره فقط این که ما بتانیم که از امتیازاتی که خود ما بر خود ما ایجاد میکنیم اونو برتری های خود ما هست که ما میتونیم بر روح یکی دیگر بکشیم مثلا میتونیم یک کار بسیار خوب انسانی داشته باشیم بر هم یاد بدیم که این کار خوبی را ما کردیم تو هم میتونی انجامش بدی ولی حق نداریم که حق دیگری را بخوریم حق نداریم به کسی توهین بکنیم حق نداریم کسی را بگیریم که ما نجات برتر هستیم این مسائل است که میشه ما برش بگیم با اینمی می ترتیب تانستیم که ما آگاهی بتیم و می آگاهی دادن باعث میشه که نظام ها از بین بره و طبقات حاکم مثلا فرو بریزه و بتونیم که ما حقوق را بگیریم یعنی گونه هم برده ها که از, از حقوق خود دفاع بکنن و مبارزه بکنن و تاک تانستن امین بالاخره بلاخره طبقات حاکم به ای فهمیدن <applause> این فهمیدن که ما دیگه نمیتونیم که بر از اینا بالا ظلم بکنیم و از اینا به عنوان یک مال منقول استفاده بکنیم و اینا پیشرفت کردن و پیشرفت اقتصادیشان <applause> بهتر شد و هر روز اینا پیشرفت میکردن و حتی ثروتمندتر میشدن در حالی که اینا خودشان برده بودن اما برده داشتن به خاطر از اینکه نظام اقتصادیشان یعنی سیستم اقتصادیشان کمی بهتر شده بود به این دلیل اینا تنستن که نظام طبقاتی را یا بردهداری از بین ببرن کاملا <تص> و حالا همگی گی شاید بری هستن و همگی میگن که کاملا نظام بردهداری فسخ شده و دیگر هیچ برده ای وجود نداره آیا واقعا ما میتونیم این باور قبول داشته باشیم یا شاید هنوز وجود داشته باشه در جامعه که ما فعلا زندگی هم میکنیم و میشه از انواع بردهداری هم خب میشه که بگیم که او بردهداریایی که در زمانهای های قدیم وجود داشتن مثلا در قرون اولیه وجود داشت مثلا پیش از قرن 18 وجود داشتن او بردهداری به او شکل آل از بین نفته. واقعا زنجیر به پای بود ب... بله حتی واقعا... زندگی کردن و مردن و حتی ادامه دادن زندگی به دست یک شخص بود که او برای یک برده تصمیم می اون او, او نوعی از برداری واقعا از بین نفته بله. اما برداری های جدید به وجود آمدن مثلا امروز ما در ازدواج اجباری داریم این نوعی از برداری است <applause> 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 یا مثلا کودکان خیابانی داریم این نوعی از برداری است که ما نمیتونیم بر کار بکنیم یا مثلا مسائل دیگری داریم که در افغانستان هم میشه که روی دو صحبت بکنیم که دو, تا دو تا ما فکر میکنیم کفایت میکنه که آدم بگه که این نوعی از نظام بردهداری است یا نوعی از بردهداری است که در افغانستان حضور داره و وجود داره اما نمیتونیم از رهایی پیدا بکنیم چرا نمیتونیم به خاطر از اینکه از حقوق خود آگاهی نداریم این مسئولیت ما است مسئولیت دیگرا است مسئولیت خود ماست که ما بتونیم آگاهی پیدا بکنیم و از آگاهی میتونیم که بریم به طرف از ما یک نظام خوب داشته باشیم یک انشالت. نظام خوب اقتصادی داشته باشیم امه. خوب اجتماعی داشته باشیم طبقات نمیشه استاد. که طبقات نمیشه که ما از بین ببریم اما میشه که آگاهی پیدا بکنیم سلامت باشین استاد محترم صحبت خیلی زیاد است ولی وقت ما بسیار کم پیام و گفتنی شما بسیار مختصر من فقط میخوایم که از تمام دوستا خود را باید با آگاهی برسانیم فقط همین فقط کافی است سلامت باشین تشکر از حضورتان تشکر. استاد سپاس از شما ایزان که تا این لحظه با ما همراه هستین رفت و برگشت کوتاه هستیم در خدمتتون صحبتان بخیر تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین